به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 از تلویزیون جهانی خورشید خوش آمدید. امروز شنبه 26 جوزای 1397 خورشیدی است که برابر می شود به 16 جون سال 2018 میلادی. در نخست سرخط خبرها، سرازیر شدن طالبان در کابل، تأکید آنان بر تأمین صلح مشروط به بیرون شدن خارجی ها از کشور، نگرانی کمیسیون حقوق بشر از افزایش قاچاق انسان به ایران، تایید کشته شدن رهبر تحریک طالبان پاکستان در شرق کشور از سوی حکومت، انتقاد از متوقف شدن کار ساخت جاده تخار به دلیل نامعلوم و با کنترل گرفتن فرودگاه حدیده از سوی نیروهای ائتلاف و رهبری عربستان در یمن. من سید فرید صنایعی هستم. همزمان با دومین روز آتش بس طالبان در برابر نیروهای امنیتی، شمار از اعضای این گروه وارد کابل شده و با مردم دیدار کردند. شمار از افراد وابسته به گروه طالبان به تلویزیون خورشید گفتند که جنگ راه حل نیست و در صورت بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان به جنگ پایان خواهند داد. در همین حال شهروندان کشور و حکومت از اقدام طالبان مبنی بر پایان جنگ استقبال کرده و خواهان تمدید آتش بس از سوی این گروهند. امیدهای تازه برای پایان جنگ و برقراری صلح در کشور. در دومین روز آتش بس طالبان در برابر نیروهای امنیتی، شماری از فرماندهان و افراد وابسته به گروه طالبان از ولایت میدان وردک وارد پایتخت شده و در بخشی از شهر کابل گشت زنی کردند. کل مردم چیزی که افغان ها است، بیاد ای خاک خود، کلگی به صلح، برادری، همگی برادروار زندگی کنند. شماره از فرماندهان طالبان که به کابل آمدن، خروج نظامیان خارجی را پیش شرطشان برای پایان جنگ و دوام آتش بس می دانند. او صلح که خیر ده چه صلح وشی و صلح خیر. هر وقت امریکا او اتلا، مونگ صلح که او هر تو تازری و خدا چه امریکا نی و اتلی آزر اوی، مونگ صلح نه ممکن ده، هیچ امکان نلری زکا، مونگ چه ده پا میلیونون شهیدان ورکی ده بخاطر نه و چنن با، چنن با کوپار زمون پسر بیا زمون پسر نویش بیا لو بکوی. شمار دیگر از اعضای طالبان و نیروهای امنیتی میگویند از جنگ خسته شده و خواهان صلح در کشور هستند. خدا خوشحال شو به دوکا به دوربند دی خوشحالی ما بدار ما داده چلا دیو چه افغانستان که صلح و امنیت راشی منگم خوشحال چه امریکا وزی په دې باندې چلا دی افغانستان کې صلح او امنیت راولي لکه دا اوس د درې ورځو بند چې دغسې الله دې امنیت راولي. وزارت دفاع ملي طالبان را برادر دانسته او میگوید خواهان پایان جنگ در کشور هستند و باید آتش بس ادامه یابد. اگر امی آرامش دوام پیدا کنه، چرا هم یا برادرای ما هستند یا هم از امی خاک هستند، از امی سرزمین هستند. در کنار این، ویس احمد برمک وزیر امور داخله نیز با فرماندهان طالبان در ارغنده کابل دیدن کرده است. حکومت هم استقبال شهروندان از طالبان در ولایت‌های کشور را چشم‌انداز تازه‌ای از بحر برقراری صلح در کشور می‌داند. انتظار داریم که با حمایت جمعی که وجود دارد ما بتانیم زمینه را برای یک صلح پایدار در افغانستان فراهم بسازیم. یک گام فوق‌العاده مهم و نیک است در راستای استقرار صلح و ثبات. دولت جمهوری اسلامی افغانستان آمادگی زیر دارد که کماکان ای آتش بس ادامه پیدا کند. اما برخی ها باور دارند که طالبان خواهان صلح در کشورند و تنها راه پایان جنگ در افغانستان جلوگیری از مداخله علاقات بیرونی است. داخل جنگ مونږ نه لرو، مونږ سره ورونه یو. حکومت باید دغه اوربند دوامداره کی. در دومین روز آتش بس گروه طالبان و حکومت افغانستان، طالبان وارد کابل شدند و خواهان صلح در کشور شدند. آنان میگویند در صورتی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند، خواهان صلح با حکومت افغانستانند. احمد خالد نگزاد، تلویزیون خورشید، کابل. رئیس جمهور غنی در تماس تلفنی با نخست وزیر پاکستان کشته شدن رهبر تحریک طالبان پاکستان را تایید کرده است. آقای غنی از پاکستان خواسته است که برای مبارزه با هراس افغانی گام‌های عملی را برداشته و برای تأمین ثبات در منطقه تلاش نماید. این در حالی است که دیروز وزارت دفاع ملی نیز
از کشته شدن رهبر طالبان در شرق افغانستان از سر عملیات هواپیمای بدون سرنشین آمریکا خبر داده بود. کمیسیون حقوق بشر در غرب افغانستان از افزایش قاچاق اطفال به کشور ایران ابراز نگرانی میکند. مسئولان این نهاد میافزایند که قاچاقچیان روزانه 200 تا 300 تن اطفال و نوجوانان را به کشور ایران قاچاق مینمایند که بیشتر آنان رد مرز میشوند. در همین حال شمار از کودکان رد مرز شده میگویند که بیشتر اطفال در آن سوی مرز از سوی قاچاقچیان انسان مورد تجاوز جنسی و بهره‌کشی اقتصادی قرار می‌گیرند. قاچاق کودکان چالش تازه‌ای در برابر اطفال افغانستان. مسئولان کمیسیون حقوق بشر در هرات می‌گویند قاچاق کودکان از این ولایت به ایران به گونه گسترده جریان دارد و این روند نابود کننده تر از جنگ دانسته می‌شود. یافته‌های نهاد نشان می‌دهد که روزانه بین 200 تا 300 کودک به گونه غیرقانونی وارد کشور ایران شده و آنان در آنجا مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند. این بی‌معنی است که در افغانستان پروسه قاچاق انسان یا قاچاق اطفال شکل بسیار گسترده از جریان دارد. شماری از کودکانی که به تازگی از ایران رد مرز شدند از وضعیت بد اطفال قاچاق شده در آن سوی مرز این گونه سخن میزنند. 8 نفر بودیم، ما برفتیم اونجا. ما 4 شب اونجا بودیم، 2 شب 5 شب. با ما دوزی میکردن، بچه باز میدن. همه هر قم سور بله بچه ها تفلا میزن. رئیس اداره امور مهاجران ولایت هرات نیز میگوید که قاچاق کودکان افغانستان به ایران و اخراج آنان از آن کشور رو به افزایش است. متای سه ماهه اخیر سال 1397 حدودا به شما میتونم گفته که بین 1500 تا 1700 طفل ما تا این حال تحت پوشش گرفتیم. با این همه شماری از آگاهان مسائل اجتماعی میگویند ناداری و بیکاری در میان خانواده ها سبب شده است که قاچاقچیان به راحتی بتوانند جوانان و اطفال را در دام انداخته و به آن سوی مرزها ببرند. شماره از آگاهان و فعالان مدنی میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات باید زمینه اشتراک پناهجویان افغان، زندانیان و نیروهای امنیتی را که در قطعات نظامی به سر میبرند در انتخابات پیشرو فراهم کند. به باور آنان انتخابات یک روند ملی بوده و بدون اشتراک پناهجویان، نیروهای امنیتی و زندانیان در این روند انتخابات سراسری نبوده و مشروعیت نخواهد داشت. با آنکه روند ثبت نام رای دهندگان رو به پایان است، اما دیده می شود برنامه‌ای که بتواند زمینه اشتراک پناهجویان، نیروهای امنیتی را که در قطعات نظامی به سر می برند و از زندانیانی که شمارشان به هزاران تن می رسند در انتخابات پیشرو را فراهم کند، وجود ندارد. اکنون برخی از آگاهان و فعالان مدنی خواستار فراهم سازی زمینه اشتراک پناهجویان، نیروهای امنیتی و زندانیان در انتخابات پیشرو اند. هیچ توجیه منطقی برای وجود ندارد که هموطنان ما در خارج از کشور، هموطنان ما در زندانها، هموطنان ما در صفوف قوای مسلح از حق رأیشان محروم ساخته شوند. فعلا همین مهاجرین و همین کسایی که در زندان هستند، خصوصا کسایی که در قطعات خاص قول اردو هستند، ما تا جایی که مال ما داریم هیچ کس از اونها ثبت نام نکرده. پس هیچ تو ما گفتم میتونیم که مشروعیت داره. در همین حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی نیز برگزاری انتخابات سراسری را از وظایف بنیادی کمیسیون مستقل انتخابات میدانند. مکلفیت دارند که برشان زمین سازی بکنند و ثبت بکنند، بالاخره زمینی رایدهی را برشان مساعد بکنند و در گذشته هایی معمول بوده، جز حقوق سیاسی مدنی افراد است. اونها قربانی به برنامگی کمیسیون مستقل انتخابات باید نشن. با این همه پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد چنین است. گانای امنیتی ما است که تذکیرهایشان پیشان نیست و شفخانه است که یکی از مریضای هستند که اونا در روزای انتخابات هم در اونجا می باشند و مسئله زندانی است که کمیسیون یک میگانیزم خاص و استثنایی را به یا قائل شده. این در حال است که مرحله نخست و دوم ثبت نام رای دهندگان در مرکز ولایت ها و مرکز ولسوالی ها در 22 جوزا پایان یافت و قرار است مرحله سوم ثبت نام رای دهندگان که در روستاهای کشور ادامه دارد در 15 سرطان سال روان پایان یابد.
از آغاز روند توزیع شناسنامه‌های برقی تا اکنون بیش از 1500 تن این شناسنامه‌ها را گرفتند. مسئولان اداره ثبت احوال نفوذ می‌افزایند از زمان باز شدن مراکز توزیع شناسنامه‌های برقی تا اکنون 8000 فرمه خانوادگی و 40000 فرمه انفرادی را توزیع نمودند. از سوی هم رئیس جمهوری پیشین می‌گوید سیاسی شدن شناسنامه‌های برقی سبب نفاق در کشور می‌شود و باید جلو آن گرفته شود. پس از زن که رئیس جمهور غنی نخستین شناسنامه برقی را گرفت، تنش‌ها از بحر توزیع آن بار دیگر میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی بالا گرفت. حالا آقای کرزی میگوید سیاسی شدن شناسنامه های برقی سبب نفاق در میان اقوام کشور خواهد شد و باید جلو آن گرفته شود. سیاسی سویده باید سیاسی سوی نوی، باید چی مرد افغانستان برد لاری پیدا کوچی دغه مسائل څخه چې په وچ لاس د سیاسي کېدو خاطر اقدام کړي دغه مخنیوی وکړو. او په دې کې بیره شکه چې د پردو لاس د تفریقې او موږ باید مواظب اوسو. ولې نه تذکره خدا اخم خو چې تفریقه نه پښکې کې زه تذکره اخم تفریقه نه اخم. افزون بر این برخی از نمایندگان مجلس خواستار توزیع و افزایش شناسنامه های برقی هستند. مراکز توزیع شناسنامه ها را بیشتر بسازد، در نقاط امن بسازد و در نقاط که مردم بتونه دسترسی پیدا بکنند. دیگه های انتخابات یکی از راه حل شمیست که تا مونیزی های انتخابات برای مردم تذکره توزیع شد. مسئولان اداره ثبت احوال نفوس از توزیع 40000 فرمه انفرادی و 8000 فرمه خانوادگی در دو مرکز توزیع شناسنامه های برقی سخن زده و از نهادهای امنیتی می خواهد که در تامین امنیت این مرکزها توجه جدی نماید. تروس از من اداره 1500 الکترونیکی تذکری ویشلی دی؟ او همدار از پدغ دو مرکزونه که چې ما مخکې یادونه وکړله شاوخوا 40000 انفرادی فرمه او همدار از څه باندې 8000 فامیلی فرمونه ویشل سوي دي. موضوعی که نهادهای امنیتی نیز از گرفتن تدابیر جدی امنیتی برای تامین امنیت این مراکز خبر می دهند. ما تمام مراکز ثبت نام، مراکز توزیع تذکره را زیر پوش امنیتی داریم. اگر نیاز باشه که ساحات دیگه که این مراکز باز میکنن آماده هستیم که برای تامین امنیتشان نیروها را جابجا بکنیم. این خواست ها در حال مطرح می شوند که هنوز هم ریاست اجرایی توزیع شناسنامه های برقی را یک جانبه دانسته و خواستار اجماع ملی در این مورد است. در مرکز فرهنگی شهر کتاب بیشتر فرورده های بانوان زندانی به نمایش گذاشته شده است. در این مرکز فرهنگی در کنار به نمایش گذاشتن محصولات دستبافت زنان زندانی، شیوه های نقاشی، قالین بافی، موسیقی آموزش داده می شود. مسئولان نمایشگاه می گویند در این نمایشگاه 15000 جلد کتاب با عناوین گوناگون به نمایش گذاشته شده و به زودی یک مرکز پژوهشی علمی نیز گشایش خواهد یافت. اینجا در مرکز فرهنگی شهر کتاب در اقدام کمپیشینه فرارده های دستی بانوان زندانی به نمایش گذاشته شده است. مسئولان این نمایشگاه میگویند بانوانی که ساخته های دستی و کالاهایشان را به این نمایشگاه سپردند بانوان زندانی اند و امیدوارند که بازار خوبی برای فروش فرارده های دستیشان داشته باشند. ما صنایع دستی نه تنها از زنان زندانی در افغانستان را بلکه ما از زنانی که در دورترین نقاط افغانستان در روستاهای افغانستان اونا دارن فعالیت میکنن و بیشترین سرگرمیشان با تار و سوزن است و با تار و سوزن روز میگذرانند. مسئولان این نمایشگاه می‌افزایند در کنار کتاب‌هایی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است کتاب‌های منتشر شده از کشور پاکستان، ایران و افغانستان نیز موجود است. شامل بخش‌های مختلفی است که خود شهر کتاب است، صنایع دستی های خانم است و بوک کافه است یا مون کافی شاپ هست و گالری های خانم یا نگارستان های خانم هست. یکی از مشتریان این نمایشگاه چنین میگوید: کتاب هایی را واقعا دریافت میکنیم که تا هنوز در هیچ انتشارات ما نتونستیم کتاب ها را دریافت بکنیم. کاملا یک فضای رومانتیک، کاملا یک فضای آرام بخش. گفتنیز فرارده هایی که در اینجا به نمایش گذاشته شده است مشمول جامعه کفش های وطنی، زیورات، صنایع دستی متشکل از خش های سفالی و سنگ های قیمتی و تزینی می باشد. خبرهای اقتصادی تا لحظات بعد تقدیمتان می شود.
ادامه خبرها. کار ساخت‌وساز جاده‌های تخار به دلیل نامعلوم متوقف شده است. باشندگان این ولایت از توقف کار قیرریزی جاده‌های داخل شهر و اطراف کوکچه که شش ولسوالی را با مرکز تخار وصل می‌کند شکایت دارند. در این حال حکومت محلی تخار از آغاز کار دوباره ساخت‌وساز جاده‌های مرکز شهر تا دو ماه دیگر خبر می‌دهد. چهار سال پیش کار ساخت و ساز جاده های تالقان مرکز ولایت تخار آغاز شده بود، اما از دو سال به این سو به دلیل نامعلوم روند کار آن متوقف شده است. باشندگان تخار میگویند حکومت برای آغاز دوباره کار قرزی 52 کیلومتر جاده های داخل شهر تالقان برنامه‌ای ندارد و شماری از حلقات تلاش می‌ورزند پروژه ها را به ولایت های دیگر انتقال دهند. چندین ولسوالی را فعلا در مشکلات قرار دارند که بسیار مشکلات زیاد وقتی میخواهند از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر بروند، حتی اگر مریض داشته باشند حتی تلف میشوند. از حکومت مرکزی خواهشمندم که بالای این همه سرک ها توجه خود را بگذارند و مردم را از این طرف زرنگ نجات بدهند. مسئولان محلی در تخار دلیل توقف کار جاده ها را کاربرد مواد بی‌کیفیت در ساخت جاده ها از سوی شرکت ساختمانی ربانی دانسته و می‌افزایند قرارداد ساخت آن با این شرکت فسخ شده است، اما اطمینان می‌دهند که تا دو ماه دیگر روند کار جاده های مرکز شهر تالقان دوباره آغاز خواهد شد. یک هفته قبل که فعل رستادش موجود است برای ما اونو پس جواب داد که کار سرک داخل شهر و کار ماره کوچه در مرحله تدارکات در مرحله قراردادی قرار دارد، انشاءالله تا دو ماه آینده هم دو گفتن تا دو ماه آینده اجرا میشد. حتی در قسمت میدانوایی هم گفتند که اگر ما کوشش بکنیم در بودجه وسط سالی رو داخل بسازیم و اگر در بودجه وسط سال نشد در بودجه سال 98 حتما شامل میشد. این گپایست که آدرس ایمیل شخصی ازو برای ما رسال شده. بر بنیاد معلومات مسئولان محلی در تخار، بودجه های ساخت و ساز جاده های تالقان مرکز تخار و جاده های اطراف کوکچه در مرحله تدارکاتی آن قرار دارد و به زودی تصویب خواهد شد. و راهکار ملی باغداری از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نهایی شده و به زودی روند عملی آن آغاز خواهد شد. مسئولان این نهاد میگویند عملی شدن این راهکار افزایش تولیدات فرآورده های کشاورزی، بهبود کیفیت و افزایش صادرات این فرآورده ها را در پی خواهد داشت. بخش بزرگ تولیدات کشاورزی کشور را میوه های تازه و خشک تشکیل می دهد. انگور، تربوز، خربوزه، انار و زردالو از مهمترین فرآورده های کشاورزی به شمار می رود. اما همواره بازرگانان از نگهداری این فرآورده ها شکایت دارند. به تازگی مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگویند راهکار را تهیه کرده اند که با عملی شدن آن افزون بر افزایش فرآورده های کشاورزی کیفیت آن نیز بهبود می یابد. وزارت زراعت به هدف افزایش تولیدات، تضمین کیفیت و افزایش صادرات و در این حال افزایش عواید دهقان و باغدارا پالیسی ملی باغداری را تهیه کرده، این پالیسی نهایی شده. از سوی هم آقای رستمی می افزاید بر بنیاد این راهکار در سال روان به مساحت 30,000 جریب زمین باغهای تازه در سراسر کشور ایجاد می شود. گستره سکتور باغداری در کشور بیش از 282,000 هکتار زمین است و ما امیدوار هستیم که سالانه با افزایش باغهای مختلف میوه‌جات بتانیم ساحه باغداری را بیشتر بسازیم. این در حال است که کشاورزان میگویند اگر تخم و نهال‌های با کیفیت میوه به دسترس آنان قرار داده شود و از سوی هم نهادهای حکومتی مسئول داروهای ضد حشره و بیماری‌های نباتی را در کشور وارد کند، آنان اطمینان می‌دهند که در کنار افزایش فرآورده‌های کشاورزی با کیفیت‌ترین میوه‌ها را تولید خواهند کرد. و حال هم توجه نمایید به نرخ اسعار در بازارهای کشور. با ادامه خبرها خوش آمدید.
دولت یمن اعلام کرده است که نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان اداره فرودگاه شهر بندری حدیده را در دست گرفتند. بر مبنای گزارش ها دولت یمن گفته است که در حال پاکاری ماین از مناطقی است که نیروهای حوثی از آنجا عقب نشینی کردند. بندر حدیده در دریای سرخ موقعیت دارد که تنها راه ارتباط دریایی حوثی ها با خارج از آن کشور است. پس از هفته ها اعتراض و درگیری مرگبار در نیکاراگوا، دولت و گروه مخالف در آن کشور برای توقف ناآرامی و خشونت ها به توافق رسیدند. بر مبنای گزارش ها در گفتگوهایی که با وساطت کلیسای کاتولیک برگزار شد، مقام های دولت و گروه های مخالف اعلام کردند که خشونت ها و تهدید ها باید از جانب همه طرف های درگیر متوقف شود. و سباستین کورز نخست وزیر اتریش ابراز امیدواری می کند که رهبران اتحادیه اروپا درباره تقویت اداره حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا به توافق برسند. با گزارش خبرگزاری رویترز، اتریش که قرار است سیاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در دست بگیرد، می‌خواهد از این امتیازش در راستای کاهش هجوم پناهجویان به اتحادیه اروپا استفاده کند. حکومت اتریش قوانین سخت پناهندگی را در آن کشور روی دست گرفتند. رویدادهای ورزشی هم پس از میان برنامه کوتاه تقدیمتان می‌شود. و این هم چند خبر از جهان ورزش. اعضای تیم ملی سامبا کراش کشور از بهره گرفتن آمادگی های بهتر برای مسابقات آسیایی در اندونزیا باشگاه تمرینی را در بیرون از کشور ایجاد کردند. در این حال در گروه بی از مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه، ایران توانست مراکش را با یک گل شکست دهد و پرتغال و اسپانیا نیز به نتایج 3-3 به تساوی رضایت دادند. با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. خودتان خوش. خدا نگهدار.